سلام سلام، ماشاءالله چه انرژی، به 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 به. خدمتتون عرض می‌کنم. سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. درسته، جون سالم به در بردم از چهارشنبه سوری و یه تیکه در خدمت شما، اما این فقط ظاهر قضیه است، به خاطر اینکه بچه‌ها یه دونه نارنجک اندازه هندونه زده بودن پشت بنده، این کلیه اینورم اکار افتاد. حالا درسته که مسئولین گفته بودن با یه کلیه هم امورات زندگی میگذره، ولی مشکل اینجاست که من اون یکی کلیه که قبلی هم داشتم، یعنی اون کلیه قبلی یعنی اولیه‌رم، برای خرج و مخارج برنامه چندشنبه فروخته بودم و الان در واقع یکی از ششهای من فقط داره کار کلیه‌مو انجام میده. یعنی وضعیت بغرنجی دارم، امیدوارم حالا بتونم در واقع ادامه بدم با این وضعیت. نمیدونم کار میکنه درست شش جای کلیه یا نه. خدمتتون عرض می‌کنم به هر حال سال 95 تموم شد. خدا رو شکر، واقعا خدا ممنونم که زنده موندم. سال 95 با تمام افتخار آفرینیاش به پایان رسید. یکی از بزرگترین افتخار آفرینیاش همین اواخر اعلام شده بود که در بین 199 کشور ما رتبه 191 رو از لحاظ اعتبار پاسپورت داشتیم، یعنی از آخر هشتم. ولی زبونم لال این قضیه باعث نشد ما در زمینه‌های دیگه باعث نشه افتخار آفرینی بکنیم، و اونم همین بود که ما در بین همین 199 کشور رتبه 105 رو به دست آورده بودیم از لحاظ شادترین کشور دنیا، یعنی از 94 تا کشور دیگه ما شادتر بودیم. و در واقع اون ناداوری که در حق پاسپورتمون شده بود باعث نشده بود خدشه‌ای به شنگولی و شاد بودن ما وارد بشه. بس که ما جوک میسازیم، مطمئنم سال بعد سال 96 و 97 ما دیگه اگه اول نباشیم پنجم هستیم، یعنی جزء 5 تا اول از لحاظ شادی خواهیم بود. خیالتون راحت باشه. خدمتتون عرض بکنم که یکی از نکات مثبت دیگه‌ای که رسیدن به سال جدید در وجود ما ایجاد میکنه اینه که تمام کاری که گفتیم از اون بر سال بالاخره باید انجامش بدیم، چون میدونیم ما در طول سال هر کاری که میخوایم انجام بدیم میگیم از شنبه اول هفته ساعت 7 صبح. البته کارهای خوبا، هر کار مثبتی که میخوایم انجام بدیم این کار انجام میدیم، مگر نه کارهای منفی رو فرق زمان اصلا زمان نمیشناسه، هر زمان شب روز نصف شب صبح دیگه بامداد فرق همون موقع انجامش میدیم. کار مثبت باید شنبه اول صبح باشه، صبح بلند شیم میریم شده 7 و 5 دقیقه میذاریم شده شنبه هفته بعد. حالا به هر حال این خدمتتون عرض بکنم که سال 95 تموم شده، اون بار سال دیگه برام امیدوارم کارا رو انجام بدیم خوب، بعد حالا هر کاری فقط انجامش بدیم در طول هفته. عرضم به خدمتتون که یکی دیگه از نکات حائز اهمیت در همین این ایام و اون ایام بعد از عید و سال نو خیلی جلب توجه میکنه، تنظیم جمعیت کشوره، که در واقع میشه گفتش که تو این 30 روز اتفاق میفته، 15 روز به این ور سال، 15 روز بعد از سال، 15 روز به این ور سال که بچه‌ها از دو هفته قبل از چهارشنبه سوری آنچنان به استقبال مثلا چهارشنبه سوری میرن که همونجا هم بدرقه میشن خیلیاشون متاسفانه. و خدمتتون عرض بکنم که اگه احیانا بچه ها از چهارشنبه سوری یعنی خودشون رو بلایی سر خودشون نیارن و جون سالم به در ببرن، یه تله دیگه هست که این در واقع میشه که گفت تلفات دیگه ای داره تا دم عید. اجازه بدیم می عرض میکنم چه عجله ای داریم. خدمتتون عرض بکنم که تو فضای مجازی هم اتفاق میفته، توی فضای مجازی در این ایام خدای نکرده زبونم لال ممکنه همینجا که دارین به تحقیقات و تفحصات علمی فرهنگیتون مشغول هستین و میپردازین، یه دفعه ممکنه با یه همچین تصویری روبرو بشین که این تصویر رو اگر با دقت به چشم و ابروش نگاه بکنید باید بگیم که شل 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 خدمت رو عرض بکنم که نکته اصلی اینجاست که به هر حال نکن آقا درست این چه حرکتیه؟ شما چرا اذیت میکنید؟ حالا این بزرگوار داره با آب پاش فرش رو تمیز میکنه، شاید آب قطعه، چرا اینقدر اذیت میکنید؟ داره تمیز میکنه دیگه، همین که داره خونه تکونی میکنه خودش کلی محبت داره میکنه. تو چی کار داری میکنی؟ نشستید لایو اینستاگرام رو همچین گرفته دستش مبهوت داره به صفحه موبایل نگاه میکنه بدون اینکه حرف بزنه، 8 نفر هم از فالووراش از اون ور دارن نگاهش میکنن. حالا بچه‌ها ممکنه در همین حال و اوضاع که دارن تحقیق و تفحص‌های علمی فرهنگی رو تو اینستاگرام انجام میدن، بعضیا ممکنه یه دفعه احساس کنن یه اسپایدرمنی از کنار پنجره رد شد. اسپایدرمن نیست، این در واقع مادر خانواده است که همچون اسپایدرمن لب بالکن رو گرفته پایین لبه، داره بالکن رو از پنجره بیرون شیشه اتاق خواب رو تمیز میکنه. یه موقع زبونم لال دوچار احساسات نشی، یعنی در واقع احساسات جریحه دار نشی، پاشی بری دستمالو بگیری، در واقع این یک تله است که به تو بگه که با این قد و هیکلت بلند شو بیا کمک مادرت بکن. این در واقع یک تله است. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع مادرم خودش میدونه که این شیشه ای که داره الان تمیز میکنه احیانا سرشو برگردونه اینور با این هوای پاک مسلما 5 دقیقه بعد
سیاه سیاهه، یعنی در واقع شیشه دودیه و اصلا به درد نمیخوره. این کار این فقط یک تله است. یه باقی زبونم لا نری کمک بکنی، چون شما میدونید قوای دستتون که مثل قدیمی ها نیست که شما اینقدر موبایل و صابون چیزهای مختلف گرفتین دستتون، لزاج در واقع لیز میخوره. یه رفعه دم بالکونی میاد بگید چه باید میفته، نه برو مادر رو بیار تو بگو مامان بیا تو همین خونه رو با هم تمیز میکنیم با آب پاشو دیگه کف و صابون دیگه تمیزش کن، فقط جان مادرتون عکس نذارین تو اینستاگرام، اصلا تمایلی نداریم ما ببینیم این صحنه رو. عرضم به خدمتتون که من فقط یک نکته واسه من سوال بوده همیشه، چون خونه خودمون هم همین شرایط بوده که از اول سال تا آخر سال مگه شما خونه رو تمیز نمیکنی که مثلا دم سال نو که میشه 4 هفته با شلنگ میافتیم به پی خونه؟ خب خونه رو هر 4 روز یه بار تمیزش بکنید که دیگه مثلا دم سال مجبور نشین 4 هفته بکوبین خونه رو از اول بسازینش. والله به خود این وضعیت در زمینه حمام هم صدق میکنه. من خودم یکی از قربانی های همین قضیه هستم. من یه سوالی دارم از حضورتون. شما من نمیفهمم چرا فکر میکنین یه نفر رو که میخواین برای عید بفرستین حموم باید مثلا 5 روز تو حموم بسابینش؟ ما رو در طول سال نمیدونم چرا مامان بابا اون فکر میکنن ما تو حموم خاک بازی میکنیم، به حموم نمیکنیم در طول سال. در صورتی که به خدا حموم میکردیم، اون موقع هنوز عقلمون نمیرسه تو حموم کارهای دیگه هم میشه کرد. ما رو میبرد پدر بزرگوار حمام و ما هر چی میخواستیم به پدر، یعنی پدر رو، پدر بزرگوارمون رو متوجه این قضیه بکنیم که پدر جان اگه احیانا ما یه سال هم حموم نرفته باشیم نیم ساعته تمیز میشیم به خدا. ما رو میبرد تو حموم، من و برادر رو آنچنان با لیف میسابید که در واقع میشه گفت اگه تا سفیدی و استخون و ماهیچه ها نمیزد بیرون ما رو ول نمیکرد بریم بیرون، که دیگه ولمون هم که میکرد بدن اونقدر ناسور شده بود لباسای عیدو مثل شوالیه ها بل از این بالا مثلا زره هم مینداختن تو تنمون، این ریختی میرفتیم عید دیدنی. یعنی با این وضع نکنید دیگه بچه ها. خیلی از بچه ها مثلا سر همین قضیه تلفات میدادن که شکر خدا با رشد رو به افزایش در واقع تربیت نکردن بچه‌ها این قضیه هم منسوخ شده و دیگه مشکل برطرف شده. اما اون بر سال خب جبران میکنیم این بر سال رو. قبلا البته اینجوری نبود، کلی تلفات میدادیم توی جاده و تصادفات و اینجور چیزا، ولی شکر خدا راهنمای رانندگی الان 7 8 ساله که داره هر سال اعلام میکنه که 20-30% تلفات و تصادفات جاده نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده. برای همین الان یه حساب سرانگشتی که بکنیم ما امسال حداقل 60-70% زاد و ولد داریم توی جاده ها و این میتونه جبران بکنه اون قضیه اون بر سال رو و این خیلی خوبه. ولی یک ترس و وحشتی امسال علل خصوص بر بدن ما مستولی شده، اینم اینه که سایپا اومده اعلام کرده که ماشین تمام ایرانی خودش رو قرار وارد بازار بکنه. فقط امیدوارم زبونم لال این بر سال وارد بازار نکنه، یعنی بذاره اون بر سال وارد بازار بکنه. و حالا نکته اصلی اسم این ماشین تمام ایرانیه که اسمش اصلا ایرانی نیست، کویک به معنی سریع هست. منو به شدت یاده در واقع میشه گفت الویس پریسلی خواننده شهیر آمریکا میندازه که یکی از در واقع وطن پرستان به نام کشورمون به حساب میاد. و عرضم به خدمتتون که حالا این ماشین تمام ایرانی با اسم کویک سوژه جوک و خنده طبق معمول برای 105مین رتبه رو که الکی به دست نیاوردیم که سوژه خنده بچه‌ها شده و دوستان و کاربران مجازی کلی راجع بهش صحبت کردن تو توییتر، کلی مطالب بانمک راجع بهش داره بودن. یکی از بانمک‌ترین‌هاش این بود که فکر می‌کنم اسم این ماشین رو در واقع اشاره داره به مرگ سریع و بدون درد. برای همین خب مسئولین تصمیم گرفته بودن بیان یک توجیهاتی رو ارائه بدن، چون توجیهات ارائه میدن، توضیحات رو دیگه نمیدونم مسئولیت پذیری و دیگه عذرخواهی و اینا که تو کتکول ما نمیره، یعنی یک انقدر توجیهت میکنن تا خودت عذرخواهی کنی به خاطر کاری که اونا کردن. و اومده بودن توجیه کرده بودن که اصلا شما وقتی بلد نیستی چرا زود قضاوت میکنین، شما بلد نیستی بی خود بجا زود قضاوت نکن. ما اسم این ماشین رو یک تپه به اسم کویک تو یک روستایی، حالا اسم روستا رو یادم نیست، از رو اون برداشتیم. یه موقع زبونم لال فکر نکنی رفتن تو گوگل گشتن که یک چیزی رو پیدا بکنن، خدا رو شکر شانس آوردن تپه رو پیدا کردن. معمولا وقتی اسم یک محصولی رو بر اساس یک مثلا کوهی دیگه نمیدونم دره چیزی میذارن، مثلا میذارن البرز، زاگروس، دماوند، در واقع دارن استقامت و استواری اون محصول رو بهش اشاره میکنن، که البته اینا چون مطمئن بودن که مثلا 2 روز بگذره اگه اولین تصرفو بکنن خیلی زایه است اگه اسم ماشین البرز یا زاگروز باشه، برای همین یه تپه رو پیدا کردن که مثل که خاک حاصل خیزی داشته برای گلکاری و بی خود بی جهت هم گیر ندین. چون ببین از این تپه، یعنی خدا رو شکر کنید که اینا همین تپه تصمیم خودشونو گرفتن و اسمو برای ماشین انتخاب کردن، چون اگه میرفتن 5 کیلومتر جلوتر میرسیدن به این روستا. و اگه زبونم لال اسم این ماشین رو میذاشتن این، البته خیلی با مسماتر بود دیگه، طرف اگه احیانا میومد میگفت خانم اون سویچو بده، من میخوام با فک برم دیگه، در واقع
دیگه رفته بود. ما میدونستیم دیگه رفته دیگه فاک رفته دیگه، دیگه نمیاد. و برای همین دیگه خیالمون راحت بود. حالا امیدوارم که به هر حال عید سال نو و دیگه این ایام به همتون خوش بگذره، حال بکنید، شیرینی عیدی دیگه نمیدونم، کلی اتفاقای خوب براتون بیفته. منم اتفاقا قراره که امسال عید یه سر برم کرمان، امیدوارم حالا اونایی که میبینمشون قربونتون برم. اونایی رو که میبینیم که میبینیم، اونایی هم که نمیبینیم دیگه به هر حال بعدن میبینیم. قربون شما. امیدوارم برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای دیدن ویدیوهای قبلی اینجا رو کلیک بکنید، برای دیدن ویدیوهای بعدی اینجا رو کلیک بکنید، و اگه دلتون میخواد به عضویت کانال یوتیوب ما در بیاید اینجا رو کلیک بکنید، و اگه نخواستین اینجا رو کلیک بکنید اینجا رو دیگه کلیک بکنید، و اگه نخواستین این رو هم کلیک بکنید بعد بفرمایید این رو کلیک بکنید.